مدتی بحث اینترنت ماهواره‌ای دوباره داغ شده. مشکل دیش و تجهیزاتش برای ما که داخل ایرانی دردسر بزرگیه. اما حالا یه خبرهایی منتشر شده در مورد استفاده از اینترنت ماهواره‌ای با گوشی‌های موبایل بدون نیاز به دیش که خب برای بعضیا خبر خیلی بدیه. امروز این موضوع رو کامل بررسی می‌کنیم ببینیم تا الان چه کارهایی براش انجام دادن، چه مشکلاتی سر راشه، چقدر دیگه طول میکشه تا آماده بشه. اسپانسر این برنامه هم شرکت فیوتک تو جنوب کالیفرنیا است که زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیکه. فیوتک تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری و مریخ‌نورد کیوریوسیتی نقش پررنگی داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید یا لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. بذارید اصل مطلب و همین ابتدای ویدیو بگم. حداقل تا 2-3 سال دیگه نمیتونیم منتظر این باشیم که با گوشیمون به یه اینترنت ماهواره‌ای پرسرعت وصل بشیم، تازه اگه بخوایم خیلی خوشبین باشیم. حالا تو ادامه ویدیو دلیلش رو کامل توضیح میدم. اینترنت مودم وایفای که کلن بحثش جداست، چون از طریق سیم تلفن ثابت به اینترنت وصل میشه. چیزی که باهاش کار داریم اینترنت خود موبایله. گوشی ما همیشه با نزدیکترین دکل مخابراتی ارتباط برقرار میکنه. این دکلا از طریق کابل‌های مسی یا فیبرهای نوری به مرکز مخابرات وصلن. هر دکل یه محدوده مشخصی رو پوشش میده. به هر کدوم از این محدوده‌ها با دکلش یه سلول گفته میشه. به مجموعه این سلولا هم میگن شبکه سلولی. شما تو هر کدوم از این سلولا که قرار میگیرید گوشیتون با دکل همون سلول ارتباط برقرار میکنه. هم میتونه اطلاعات ارسال کنه هم دریافت کنه. حالا این اطلاعات یا به صورت تماس صوتی و پیامک و این چیزاست یا به صورت داده ها یا همون اینترنتی که استفاده میکنید. پس الان گوشی ما از طریق دکل هایی که رو زمین نصب شده به شبکه جهانی اینترنت دسترسی پیدا میکنه. حالا ما میخواییم به جای دکل از ماهواره استفاده کنیم. اول باید انواع ماهواره ها رو بشناسیم تا ببینیم کدومشون برای این کار مناسبه. نوع اول ماهواره های GEO یا GEO هستن. اینا فاصله شون از زمین بیشتر از ماهواره های دیگه است. یه چیزی حدود 35,000 کیلومتر. ویژگی مهمشون اینه که همیشه بالای یه نقطه ثابتی از زمین قرار میگیرن و همراه زمین میچرخن. برای همین بهشون ماهواره‌های زمین ثابت یا ژئوسنکرون هم گفته میشه. چون فاصله زیادی دارن فقط 3 تاشون میتونه تقریبا کل زمین رو پوشش بده غیر از قطبای شمال و جنوب. ماهواره‌های تلویزیونی از همین نوعن. شما یه بار دیش ماهواره‌تون رو تنظیم میکنید به سمت یکی از اینا، بعدش دیگه نیازی نیست تغییرش بدید. نوع دوم ماهواره‌های مدار متوسط یا MEO هستن که بین 5000 تا 12000 کیلومتر از سطح زمین فاصله دارن. اینا هم پایین‌ترن، هم کوچیک‌ترن، همین که نسبت به سطح زمین ثابت نیستن. پس اگه بخوان کل زمین رو پوشش بدن، باید تعدادشون زیاد باشه. ماهواره‌های سیستم موقعیت‌یابی GPS از این نوعن. گروه سومم ماهواره‌های مدار پایین یا LEO هستن. اینا یه چیزی بین 800 تا 1600 کیلومتر از سطح زمین فاصله دارن. ماهواره‌های استارلینک جزو همین گروهن. حالا برگردیم سر بحث اصلیمون. ارتباط بین ماهواره و موبایل باید دو طرفه باشه. ماهواره‌های GEO هم قدرت سیگنالشون خوبه، همین که با تعداد کم مساحت زیادی از زمین رو پوشش میدن. اما یه ایراد اساسی دارن. به خاطر فاصله زیادشون رفت و برگشت اطلاعات خیلی طول میکشه. این تأخیر زمانی برای خیلی از کاربردها مثل بازی یا تماسای صوتی و تصویری اصلا مناسب نیست. مشکل دیگه‌شون اینه که باید یه دیش بزرگ داشته باشیم که تو فضای باز قرار گرفته. بین دیش تا ماهواره نباید هیچ مانعی وجود داشته باشه. پس این ماهواره ها به درد اینترنت نمیخورن. میمونه ماهواره های مدار متوسط و مدار پایین. این دوتا مقدار تأخیرشون قابل قبوله، اما بازم نیاز به دیش دارن. مثل همین اینترنت استارلینک که باید دیشش بیرون از خونه نصب بشه.
الان شاید تو ذهنتون این سوال پیش بیاد که چرا جی پی اس گوشی هم با اینکه با ماهواره ها ارتباط برقرار میکنه اما هیچ نیازی به دیش و آنتن نداره. دلیلش اینه که جی پی اس یه ارتباط یک طرفه خیلی ساده است. یعنی گوشی ما از ماهواره های جی پی اس اطلاعات خیلی کمی دریافت میکنه ولی هیچ چیزی براشون ارسال نمیکنه. در صورتی که برای اینترنت یا شبکه های تلویزیونی داده های زیادی باید بین ماهواره و زمین منتقل بشه که این نیاز به یه آنتن یا دیش بزرگ داره تا هیچ قسمتی از اطلاعات از بین نره. خب گوشی های موبایل که نمیتونن یه همچین دیش هایی داشته باشن، پس راه حل چیه؟ جوابش اینه که باید تو ماهواره ها و گوشی ها تغییراتی ایجاد بشه که دیگه نیازی به این آنتن های بزرگ نباشه. فرکانس کاری ماهواره ها با گوشی ها متفاوته. یعنی امواج رادیویی که ماهواره ها ارسال و دریافت میکنن، فرکانسشون با امواج رادیویی که گوشی های موبایل ارسال و دریافت میکنن فرق داره. پس ما دو تا راه داریم. یا گوشی هایی بسازیم که با فرکانس ماهواره ها کار کنن، یا برعکس ماهواره هایی بسازیم که با فرکانس موبایل کار کنن. این تغییرات همراه با تغییرات دیگه باعث میشه گوشی های موبایل همونطور که الان دارن با دکل های زمینی ارتباط برقرار میکنن، همین کار رو با ماهواره ها انجام بدن. اما آیا تا حالا موفق شدیم همچین کاری بکنیم؟ تلفن‌های ماهواره‌ای بیشتر از 30 ساله که ساخته شدن. باهاشون میشه مکالمه صوتی داشت یا پیام‌های متنی ارسال کرد. ساختارشون با گوشی‌های هوشمندی که ما استفاده می‌کنیم فرق داره. اطلاعاتی که ارسال یا دریافت می‌کنن زیاد نیست. برای همین نیازی به دیش ندارن. فقط یه آنتن دارن. ماهواره‌هاشون هم تو مدارای پایینی هستن. موقع استفاده بهتر بین تلفن و ماهواره مانعی وجود نداشته باشه. برای همین تو محیط‌های بسته یا زمانی که ابرهای سنگینی تو آسمون هستن شاید خیلی خوب کار نکنن. پس الان ما تلفن‌های ماهواره‌ای داریم ولی اینترنت پرسرعتی به ما نمیدن. کاراییشون خیلی ساده و محدوده. شرکت اپل چند ساله که داره تلاش میکنه تا ارتباطاتش رو از شبکه‌های سلولی که مشکلات زیادی دارن ببره رو ماهواره. پارسال اپل اعلام کرد که قراره تو نسل بعدی گوشی‌هاش از پردازنده‌های جدید کوالکام استفاده کنه که باعث میشه گوشی بتونه به ماهواره‌های شرکت گلوبال استار وصل بشه. گلوبال استار یه شرکت مخابراتیه که ماهواره‌های زیادی تو مدار پایینی داره. با اومدن گوشی‌های آیفون 14 همین اتفاق افتاد. اما ارتباط بین گوشی‌های جدید آیفون با ماهواره اصلاً به این معنی نیست که میتونن اینترنت ماهواره‌ای داشته باشن. در واقع این فقط یه سیستم اضطراریه برای اینکه وقتی یه جای دورافتاده‌ای بودید که هیچ دکل مخابراتی نزدیکتون نبود، از طریق ارتباط با ماهواره بتونید درخواست کمک کنید. با اینکه خیلی با اون چیزی که منتظرشیم فرق داره، اما به هر حال این قدم اوله. پس اپل از بین اون دوتا روشی که گفتم روش اول رو استفاده کرده. یعنی تغییراتی تو سخت افزار گوشیش داده که باعث شده این گوشی ها بتونن با فرکانس ماهواره هایی که قبلن پرتاب شدن هماهنگ بشن و یه ارتباط خیلی محدودی داشته باشن. اما شرکت های دیگه هم هستن که رفتن سراغ روش دوم، ساخت ماهواره های جدیدی که با فرکانس کاری گوشی های موبایل همخوانی داشته باشن. مثلا شرکت لینک گلوبال به صورت تخصصی مشغول انجام همین کاره. طبق چیزی که اعلام کرده، یه ماهواره جدید تو مدار پایینی قرار داده و تونسته ارتباط بین این ماهواره با موبایل رو برقرار کنه. هدفی که مشخص کرده اینه که تا سال 2025 بتونه کل زمین رو پوشش بده، طوری که گوشی‌های موبایل بتونن بدون نیاز به هیچ سخت افزار اضافی به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشن. باز شرکت‌های دیگه هم هستن مثل AST Space Mobile و Omni Space و چند تای دیگه که روی این موضوع تمرکز کردن و دارن جلو میرن. ولی شاید معروف‌ترینشون شرکت SpaceX ایلان ماسک باشه که اینترنت ماهواره‌ای استارلینکش الان تو خیلی از کشورها داره کار میکنه. ایلان ماسک اعلام کرده که نسل دوم ماهواره‌هاش قراره تو محدوده فرکانس موبایل کار کنن. اولین مشکلی که وجود داره اینه که این ماهواره‌های جدید باید اندازه‌های بزرگتری داشته باشن.
چون قراره از فاصله چند صد کیلومتری با یه دستگاهی به کوچیکی موبایل ارتباط برقرار کنن. احتمالاً هر کدومشون حدود 1200 کیلو وزن داشته باشه، در صورتی که ماهواره‌های فعلیش تقریباً 250 کیلو هستن. این افزایش وزن چند برابری نیاز به موشک‌های قوی‌تری هم داره تا بتونن ماهواره‌ها رو به مدار زمین ببرن. ایلان ماسک گفته که اگه تا اواخر 2023 نتونه موشک‌های استارشیپ رو آماده کنه، احتمالاً ماهواره‌ها رو تغییر میده تا سایزشون کوچیک‌تر بشه و بتونه با همین موشک‌های فعلی پرتابشون کنه. پس می‌بینید که برای یه شرکت پیشرویی مثل اسپیس اکس هم هنوز زمان زیادی باقی مونده تا به این هدف برسه. یه مشکل بزرگ هم وجود داره که تمام شرکت‌ها باهاش درگیرن. اونم شلوغی مدارهای پایینیه. دیدیم که برای یه ارتباط مؤثر با تأخیر کم، ماهواره‌های اینترنتی باید تو مدار لئو باشن، تعدادشون هم باید زیاد باشه، اندازه‌شون هم باید بزرگتر باشه. حالا در نظر بگیرید چند تا شرکت مختلف میخوان یه تعداد خیلی زیادی از این ماهواره‌ها تو مدارهای پایینی داشته باشن. این یه شلوغی و ترافیک زیادی تو این مدارها ایجاد میکنه. هم زباله‌های فضایی خیلی زیاد میشن، هم رصد کردن ستاره‌ها و سیارات از رو زمین سخت میشه. باید ببینیم آیا سازمان‌های بین‌المللی اصلا مجوز پرتاب این همه ماهواره رو میدن یا نه. اما حتی اگه تمام چالش‌ها رو برطرف کنیم، تا چند ماه اول یا شاید هم چند سال اول نمیشه انتظار یه اینترنت پرسرعت داشت. احتمالاً با سرویس‌های محدودی شروع می‌کنن، بعدش کم کم بهتر میشه. خلاصه تمام این حرفا این میشه که قدم اول برای وصل شدن به اینترنت ماهواره‌ای با موبایل برداشته شده، اما نمیتونیم انتظار داشته باشیم توی مدت کوتاهی به نتیجه برسه. حداقل 2-3 سال دیگه زمان میبره. هرچند نظر شخصی خودم اینه که به احتمال زیاد بیشتر طول میکشه. امیدوارم زودتر مشکلاتش حل بشه تا هممون بتونیم یه اینترنت آزاد و بدون محدودیت داشته باشیم.